25 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی ایران به کجا رسیده است؟ میراث آیت الله خمینی برای ایران و مردم ایران چه بوده و در این 25 سال وارثان آیت الله خمینی چه بر سر مردم ایران و سفره مردم ایران آوردند؟ با شما هستیم در برنامه تفسیر خبر. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. با سلام به شما عزیزان در هر کجای جهان که به تماشای این برنامه نشسته اید از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستم در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. مرور خواهیم کرد آنچه را که در پیامد انقلاب اسلامی در ایران گذشته است و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده عزیز در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیزم. درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارای عزیز سلام به شما. هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی و خدمت دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده، انقلاب شد در ایران به هر دلیلی به هر شکلی، وارد اون بحث فعلا نمیشیم، اما پیامدهاشو مردم ایران دیدن. بعد از اون آقای خمینی، در گذشت آیت الله خمینی یکی از رویدادهای بعد از انقلاب بود. 25 سال گذشته، وارثان آقای خمینی اگر بخوایم خلاصه بگیم چه کردن برای مردم ایران، چه دستاوردی داشت برای مردم ایران در این 25 ساله، شما به ما چه خواهید گفت؟ آقای خمینی انسانی بود، شاید در عرصه معلومات دینی آدم آگاهی بود، ولی در عرصه جهانبینی ایشون بسیار عقب مانده بود. یعنی تعابیری که به کار برده راجب آمریکا، راجب استعمار، تمام تعابیری که شیخ فضل‌الله نوری به کار برده، انگار نه انگار که این 75 سالی که تا مشروطه فاصله بوده تأثیری در ذهن آقای خمینی گذاشته. بنابراین ایشون با اون جهانبینی یک اهل قریه اومد کشوری رو مثل ایران، که حالا کاری به وضع سیاسیش ندارم، ولی از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یکی از کشورهایی بود که به سرعت میرفت به خانواده کشورهای پیشرفته ملحق بشه. آقای خمینی در این حال اقتصاد رو متعلق به خر میدانست و بر این باور بود با یک چرتکه، همونطور که ایشون میشینه دفتر وجوهاتش رو با احمد آقا یا با آقا مصطفی قبل از اون حساب میکنه، مملکت هم میشه اینجوری حساب کرد. خب چرتکه میزنیم، 20 میلیارد پول نفت داریم، 19 میلیارد هم خرج داریم، 1 میلیارد هم میمونه میدیم طلبه ها. اینجوری مملکت رو اداره میخواست بکنه. طبیعتا وقتی اومد روبرو شد با یک مجموعه ای که این مجموعه اغلب انسان‌های صادق ولی بی تجربه در اداره امور بودند. مهندس بازرگان یه تجربه ای در اداره سازمان آب داشت و یک زمان کوتاهی در شرکت نفت، بعد در مقام استادی بود، سالهایی هم در زندان بود. همکارانش هم که نگاه بکنید غیر از آقای دکتر شکویی، اغلبشون یا در بخش خصوصی کار میکردن یا در سطوح مدیریت پایین بودن. بنابراین شما از اینا چه انتظاری داشتید که از اون طرف آقای خمینی میخواد ماشین انقلاب، ماشین پیشرفت رو متوقف کرده، با درشکه میخواد ما رو برگردونه عقب، از اون طرف گروهی که مدیریت جامعه رو به عهده دارن اونا هم میخوان با درشکه حرکت بکنن مطابق به طرف جلو. این تعارض و تضاد باعث شد در همون سالهای سال اول انقلاب لطمات عجیبی به اقتصاد مملکت وارد شد، به امنیت مردم، به قول شما به سفره مردم، به زندگی،
و بعدم جنگ ایران و عراق آغاز شد. اما آقای نوری‌زاده یک بحثی هست، ببینید شما اشاره کردید که آقای خمینی از این جهات عقب افتاده بود. من حالا وارد این بحث نمیشم، اون نکته اینه، آقای خمینی که از راه نرسید بره اون بالا بشین. آقای خمینی اکثریت ملتی دنبالش بود. آقای خمینی پیش از اینکه به قدرت برسه مبصر و معلم و گردن کلفت جامعه روشنفکری ایران آقای آل احمد مبلغشون بود و مبلغ شیخ فضل الله نوری بود. آقای خمینی از تحصیل کرده اروپا آمریکا پشت سرش بود تا تحصیل کردگان داخلی. آقای خمینی وقتی گفت ده به ایران برمیگردم من هیچ احساسی ندارم، این هیچشو بسیاری از شعرها نویسندگان تعبیر و تفسیر کردن، از جمله مرحوم سیاوش کسرایی شاعر بزرگ ایران از جهاتی شعر در ستایش ایران گفته بود. این عقب ماندگی آیا فقط شامل حال آقای خمینی میشد یا به هر حال یه مشکلاتی هم در ملت بود یا امتیازاتی، من نمیدونم. بله ببینید آقای دوست عزیزم، آقای چالنگی، سر روشنفکر تو عزا عروسی بریدن خب یه چیز ساده ایه، اما به اعتقاد من جامعه ما دوچار مشکل بود. فقط روشنفکر، کتاب آل احمد رو چند نفر میخوندن؟ درسته آل احمد اون اندیشه رو داشت، یه عده دنبالش بودن، آقای حاشیه جوادی هم در روزنامه اعتراض کهان مقاله نوشت که در همین زمینه ها دیگران هم این کار کرد، آقای کسرایی هم شعر گفت. اما منظورم اینه اینا مخاطبانش محدود بودن. اون جامعه‌ای که بلند شد که طبقه متوسطش نقش اساسی داشت و جلو می اومد، به هر حال این جامعه دچار مشکل بود، این جامعه دچار گرفتاری بود، از نظر اقتصادی وضعش بهبود پیدا کرده بود، تصور میکرد حالا زمان آنه که از نظر سیاسی هم مشارکت داشته باشه. زمان غلطی بود. از اون طرف هم آقای کارتر اومد روی کار، شعار حقوق بشر را انداخت بدون اینکه باز باستاب این شعار رو در برابر دولت‌هایی که دوست آمریکا بودن و با اقتدار حکومت کرده بودن بدونه. همه اینا دست به دست هم داد ما بدبخت بشیم. خیلی دو تا چهار تا بگم، روشن فکرمون به همون اندازه در این انقلاب نقش داره که مردشورمون، که بقالمون، برای اینکه همه با هم دست به دست هم دادن کبریتو کشیدن. اینه که ما نمیتونیم الان بگیم خب روشن فکر ما هممون عقب مانده بودیم از نظر فکری، ولی آقای سنجابی یا جبهه ملی بر شدن خورشید رو از مغرب بشارت نمیدادن. ببینید هممون این گرفتارید. یه آدمی بود به نام دکتر شاپور بختیار، یه آدمی بود به نام دکتر مصطفی رحیمی، چهار تا آدم اینجوری بودن که اینا یه خود دورتر از دماغشون رو میدیدن، ولی متاسفانه در اون شرایط همه به نوک دماغشون فکر میکردن. عده‌ای تصور میکردن کم دانشتر که انقلاب باعث خواهد شد که در خونه اونا پول بدن، سهم نفت بدن. در سطوح بالا تصور میکردن جامعه به سوی آزادی و دموکراسی میره. حزب توده هم اجندای خودش رو داشت، چپا هم دنبال درست کردن کوبای خاورمیانه بودن. خلاصه میخوام بگم هر کدوم، هر کسی از زن خود یار سید روح‌الله مصطفوی شده. سپاس. آقای سازگاران در همین زمینه میراث آقای خمینی رو بعد از 25 سال شما نگاه میکنید چه دست آوردی؟ به هر حال ببینید آقای خمینی خودش بود، آقای خمینی رهبر انقلابی بود، فاتح تهران بود و کسی بود که مرجع تقلید بود قبل از اینکه رهبر انقلاب بشه و با تکیه به هم کاریزمای خودش و نفوذ میلیونی که در مردم داشت و تکیه به طبقه بازار روحانی که پشتیبان اصلیش بود، توانست تمام رقبای سیاسی خودش رو از میدون بیرون بکنه، رقبای مذهبیش رو سرکوب بکنه و قدرت خودش رو تثبیت بکنه. هرچی هم بود ادای کسی رو در نمی آورد، خودش بود. حالا
با هر عقیده و هر باوری. و البته به نظر من عمل کرده آقای خمینی رو اگر مورخ 100 سال بعد 200 سال بعد ارزیابی بخواد بکنه، قطعاً حداقل 3 اشتباه مرگبار بزرگ و حتی جنایتکارانه رو در حداقل در مورد یکی از اونها پای آقای خمینی خواهد نوشت که تاریخ به این سادگی نمیبخشه. یکیش مسئله گروگانگیری است که اصلا چهره کشور فضا رو عوض کرد و رابطه رو با دنیا خلاف همه عرفا. یکیش مسئله جنگ که اگر حتی در شروعش اجتناب پذیر بود، ولی حتی اگر بگیم اونجا اجتناب ناپذیر بود، در بعد از مقطع فتح خرمشهر قابل اتمام بود. جنگ بی حاصل و وحشیانه این که 265,000 دست کم کشته روی دست مملکت ما گذاشت و بیش از 500,000 مجروح و میلیاردها دلار خسارت و کشتار سال 67 در زندان‌ها که به هیچ عنوان از قابل توجیه نیست. حداقل میگم ممکنه حالا در ریز عملکرد آقای خمینی شما ده‌ها مثال دیگه هم بیاریم، ولی از نظر من اگر خودم رو بگذارم جای یک مورخ 200 سال بعد بخوام نگاه کنم اثر آقای خمینی رو، در دوره رهبری ایشون لااقل 3 حادثه بزرگ رو میتونم بشمارم که اشتباه مسلم و عرض کردم حداقل در مورد کشتار سال 67 یک جنایت بزرگ و نابخشودنی است که میشه پای آقای خمینی نوشت. ولی ببینید آقای خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود، لذا در روحانیت جایگاه ویژه‌ای نداشت، نه کاریزما و جاذبه مردمی داشت که بگیم حالا پیشینه یک پیروزی انقلابی رو هم داشته باشه، و از هر حیث آدم متوسط و درجه چندمی بود. به همین دلیل ایشون در دوره‌گار رهبریش اولین تغییری که میشه دید این است که پایگاه قدرت خودش رو عوض کرد، یعنی از کاریزمای میلیونی و بازار روحانی آروم آروم تبدیلش کرد به یک پایگاه امنیتی نظامی که هنوز هم ادامه داره، منتها نوع امنیتی نظامی که با دیکتاتورهای نظامی کلاسیک هم فرق داره، یعنی بیشتر متکیست به گروه های شبه فاشیستی، موضوعی که البته از اول انقلاب شروع شد ولی آقای خامنه‌ای در واقع با این لباس شخصی ها و اینها سازمان یافتش کرد، کاملا اون رو تبدیلش کرد به گروه های شبه فاشیستی. آقای خامنه‌ای مدیری است که بسیار اندکبین و ریزبینه، برعکس آقای خمینی که حالا یا به دلیل سنش یا نوع منشش در جزئیات دخالت نمی کرد. خود آقای خامنه‌ای میگه ایشون رهبر نشسته بود، من رهبر ایستادم، کنایه از این که ایشون در همه جزئیات دخالت میکنه. بدترین نوع مدیریت، برای اینکه تمام مدیران میانی بعد از ایشون بیکاره میشن، برای اینکه گاهی ایشون 3 پله 4 پله پایینتر مستقیما با یک مدیری تماس میگیره و میگه به خودم گزارش بده، بهش دستور میده و در نتیجه تمام سلسله مراتب رو ویران میکنه. این کار باعث شده که در واقع در همه سطوح سطح دانش عملکرد مدیران کشور بره زیر سطح تخصص ایشون. آقای خامنه‌ای به نظر من به دلیل اینکه خودش رو در همه چیز از فردوسی تا حافظ شناسی، از رمان نویسی تا فیلم، از مسائل نظامی تا امنیتی، از اقتصادی تا اجتماعی، از فرهنگی تا سیاست خارجی علامه دهر میدونه و اصولا این اخوان خامنه‌ای همشون خودشون رو بسیار بسیار قبول دارن و خیلی خودشون رو بالا میبینن، به همین دلیل هم به خودش اجازه میده راجع به هر چیزی ایشون اظهار نظر بکنه. آقای خامنه‌ای به نظر من کسی است که
در واقع نگرشش به سیاست دنیا نگرشیست در حد بیماری، نگرش معیوب تئوری توته است. ایشون فکر میکنه دنیا یک هیئت مدیره‌ای داره اون پشت و تمام سیاست مداران دنیا بازیچه های دست اون هیئت مدیره عجیب و غریبی هستن که طبیعتاً هم در بینش ایشون یهودیه و صهیونیسته و اونها دارن دنیا رو اداره میکنن. برای خودش هم یک رسالت الهی قائله که فکر میکنه این رسالت الهیش او یک تنه باید پرچم معنویت رو در مقابل اون مادیت و فساد و اون هیئت مدیره به پول بگیره و بجنگه. به هر حال ببینید ایشون در دوره 25 ساله‌ای که ربع قرنه در واقع حکومت بر کشور ایران، مملکت رو تبدیل کرده الان که نگاه میکنیم به یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا، رشد اقتصادی منفی، تورم بسیار بالا و اشتباهات پی در پی و مرگبار مدیریتی که اگر باز من بخوام خودم پا توی کفی مبرخ 200 سال بعد بکنم، دست کم دو سه اشتباه بسیار بسیار بزرگ در مورد آقای خامنه ای باید بشمارم. یکیش داستان بی سرانجام هسته‌ای است که ایشون موضوعی رو که ارزش اقتصادی مطلقا نداره، ارزش تکنولوژیک هم نداره، بعد کشور رو به بنبست برده. یکی هم به نظر من قطعا سر کار آوردن کسی مثل احمدی نژاد و کشتن مردم و سرکوب جنبش سبز به اون شکل که حاصلش رو الان همین در عهد حیات ایشون همه دارن از دست این کاری که بلایی که سر کشور آوردن فرار میکنن. به هر حال کارنامه ایشون به نظر من هر کجای دیگه دنیا بود، آقای چالنگی، هر کجای دیگه دنیا که اندکی دموکراسی بود عمل کرده چنین مدیریتی، چنین مدیری باید به زیر کشیده میشد، استعفا میداد، میرفت یا بر کنارش میکرد. بسیار. آقای نوری زاده، این نظامی که پس از آقای خمینی برس گذاشته به نظر میرسه الان شکافی درش ایجاد شده و این شکاف از همون هفته گذشته که ما صحبت کردیم تا امروز باز هم به نظر میرسه که عمیق‌تر و گسترده تر شده با اعلامی هایی که علیه دولت حسن روحانی در قم منتشر کردن، حرفایی که این سو اون سو زدن، حرفایی که مصباح یزدی زده و بقیه. به نظر میرسه اون یک پارچگی زمان خمینی رو دیگه نداره. اولا یک نکته رو بگم، دکتر سازگارا اشاره میکرد به صفات رهبر. آقای زاکانی گفته ایشون به اندازه 10 تا جنرال روس دانش موشکی داره. اینم نمیدونستیم آقای زاکانی خبرمون کرد. بعد وقتی رئیس ستاد آقای فیروز آبادی باشه به هر حال. نه حالا چرا راجب 10 تا جنرال روس؟ این نشون میده این داستان روسی گرایی، روسوفیل شدن جماعت حاکمیت، این یه واقعیت دیگه. نمیگه بنزه 10 تا جنرال آمریکایی که اعتباری داره، 10 تا جنرال روسی، یعنی حالا خوب کره شمالی نگفت، یعنی تو اون مایس ذهنیت اینا. اما ببینید آقای چالنگی، آقای خمینی قبل از مرگش جزو مطالبی که مسلم و مسجله و بنده این رو از منابع بسیار نزدیک به اون روزگار و اون بساط شنیدم که آقای خمینی به آقای خامنه‌ای و رفسنجانی گفته بود شماها اگر پشت به هم بکنید این نظام فرو می‌ریزه و باید دستتون در دست هم باشه. احمد رو هم صدا کرده بود و گفته بود احمد هم ناظر و ضامن که اگر شما هر موقع اختلاف و اشکالی داشتید احمد میاد این وسط و این ماجرا رو با هم حل میکنید. این زمان یعنی به طور قطع آقای خمینی سفارش رو کرده و آدم باز حرف تو حرف میاره. وقتی ملک خالد، وقتی ملک فیصل به قطر رسید، مرحوم رائد که اون وقت در عربستان بود، دیپلمات وزیر مختار بود، نقل میکرد که برادران به جان هم افتادن و شاه آمد به عربستان و آمد برادران رو جمع کرد و نشست در رابطه با اینکه یکی بودنشون چقدر اهمیت داره و الا
قدرت رو به باد میدن، خاندان رو به باد میدن، در حال موفق شد همونجا برای ملک خالد بیعت بگیره و برای امیر فهد به عنوان ولیعت، و جالب اینه برای ملک عبدالله فعلی به عنوان نفر سوم، و به این ترتیب اونا موفق شدن اون مشکل رو حل کنن. این کار رو در ایران هم آقای خمینی انجام داد، در واقع آقای خامنه‌ای و رفسنجانی، احتمالاً بقیه ارکان دولت هم بعضیشون بودن، همین آقای مهدوی کنی و امثاله هم. البته با کنار زدن آیت الله منتظر. بله بله، اون که داستان خیلی روشنی است، و بنده اینجا به طور قطع میخوام بهتون بگم کنار زدن آقای منتظری دقیقا برنامه بود که از یه سال و نیم، دو سال قبل از مرگ آقای خمینی تدارکش چیده شده بود. این نامه نوشتن و اون نامه هم که میگن آقای خمینی جواب داد، اینا بی ربطه، برای که آقای خمینی اصلا تو حال نبود. فیلمایی که از دست میذاشتم مال قبل بود، احمد آقا، خط احمد آقا سینایی که نوشته شد. به هر روی آقای منتظری رو کنار گذاشتن. آقای رفسنجانی هم زمینه به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای رو فراهم کرد، با این قرار که آقای رفسنجانی بازوی اجرایی باشه، رئیس جمهور شده بره و پروژه بازسازی رو اجرا کنه، و آقای خامنه‌ای حامی معنوی باشه، روحانیت رو نگه داره و یک نمادی سمبولی باشه. چهار سال اول همینطور بود. در چهار سال اول آقای هاشمی به هیچکی پاسخگو نبود، هر کاری دلش خواست کرد. از چهار سال دوم که آقای خامنه‌ای مزه قدرت رو چشید و اطراف خود رو از امنیتی‌ها و سپاه پر کرد، ایشون برای خودش دربار درست کرد. در نتیجه دو قدرت در کشور به وجود اومد که این دوگانگی قدرت ادامه پیدا کرد. زمان آقای خاتمی در اوج انشقاق و جدایی خودش رسید، ضمن اینکه دیگه قدرت دوگانه نموند، سگانه و چارگانه و پنجگانه شد، و دوران احمدی نژاد باز همه از دور تصور میکردن قدرت یکی شده، که بدتر شد. احمدی نژاد عملا جلو آقای خامنه ایستاد، و حالا هم که دوران آقای خاتمیه. یعنی هیچگاه رژیم جمهوری اسلامی از هم پاشیده تر از امروز نبود. همیشه میگم واقعا حیف که یک نیروی آلترناتیو درست ما نداریم، یک کسانی رو نداریم که فراتر از عین همون سال 50 و از نوک بینیشون ببینن. و الان جامعه ما در یه شرایط خاصه، دستبندی که در درون حاکمیت هست به داخل جامعه هم کشیده شده، در داخل جامعه هم این مسئله وجود داره. بنابراین وصیت آقای خمینی به باد رفت و چیزی به نام وحدت کلمه و یک پارچگی و یگانگی اصلا وجود نداره. هر امام جمعه در دارغوزآباد هم خودش رو حاکم میدونه، و متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی تمام نظم و اساس دولت مدرن رو به هم زد. شما نمیدونید یه استاندار در یک استان چی کار است، چون امام جمعه قدرتش از اون بیشتره، فرمانده سپاه از اون قدرتمندتره، رئیس اطلاعات. منظورم اینه که تمام نظم یک دولت رو، حتی یک دولت رو به معنی کلاسیکش، حالا مدرن پیشکششون، اینا به هم زدن. آقای نوری‌زاده، از اون طرف هم گفته میشه که نظم حوزه به هم خورد، یعنی شما ببینید بله. نظم روحانیتش کاملاً به هم کاملاً. عملا شما در زمانی هستش که هیچ روحانی زینفوزی مثل قبل از انقلاب دیگه نیست، یعنی تولید آیت الله زینفوز در عملا در جمهوری اسلامی متوقف شد. ببینید آیه، مزیت روحانیت تشیع و تفاوتی که با روحانیت اهل سنت داشت، روحانیت اهل سنت حداقل در خارج ایران کارمندان دولتن و حقوق بگیر، روحانیت تشیع استقلال مالی داشت. به خاطر استقلال مالیش پناه مظلومان بود. همیشه قدرت‌ها در واقع وقتی حاکم بودن ملاحظه‌شون رو می‌کردن، و وقتی یک هماهنگی بین روحانیت و قدرت سیاسی ایجاد می‌شد، جامعه نفس راحت می‌کشید، مثل زمان مشروطه که به نظر من یک دوران استثنایی بود. و وقتی اینا در تعارض و تضاد می افتادن، جامعه دچار بحران می شد. الان چیزی به نام مرجعیت وجود نداره. مراجع ما، این کبارشون که در قوم هستن، یکیشون که ملاحظه دامادشون می کنه، چون رئیس قوه قضاییه، صداش در نمیاد. اگه هم گریه بکنه، برای عکس حضرت عباسی که شهر تو تلویزیون نشون دادن،
کاری به ندا آقا سلطان تجاوز به بچه ها اصلا نداره. اون یکی آقای ناصر مکارم که شکرفروش بزرگ شد و مشغول تقسیم اراضی زراعتی نیشکره که خونه سازی بکنه. آقای شیخ محمد یزدی کارخانه کاندوم سازی داره، اون یکی کارخانه لاستیک داره، یکی تو لبنیات فروشی افتاده، یکی فرش صادر میکنه. میخوام بگم چیزی به نام روحانیت نمون، آبرویی برای روحانیت نمون و متاسفانه کاری رو که روحانیت شیعه در ایران کرد که قم رو تبدیل کرد به یه حوزه برابر با نجف، اینا به هم زدن. قم الان ارزش صفر هم نداره، فقط برای پول گرفتن میان. و خودتون ببینین آخوندهای شیعه ایران برای اینکه اعتبار پیدا کنن میرن نجف، الان هم میرن نجف. و دولت اسلام به اینجا روحانیت رو به این روز کشون. آقای سادگارد، آقای نورزاده اشاره کرد اینکه روحانیت شیعه وارد عرصه اقتصادی شد، حالا خیلی ها شدن البته، مثل آقای محسن رضایی هم وارد عرصه اقتصادی شد و بسیار دیگه به عنوان نظریه پرداز آقای محسن رضایی، به اون خواهیم رسید حتما. اما آیا اختلاف این جناح ها که هستن ریشه شون اقتصادی است، همونطور که اشاره شد آقای نوری‌زاده اشاره کرد یا خبرها گواهی میده، یا نه عقیدتی است؟ اینه که شما اسلامی که شما دارید به قول آقای مصباح از انگلستان میاد یا از حوزه میاد، کدوم هست؟ و یا قدرتی، یعنی در کنار ثروت قدرت هم به همون اندازه بلکه بیشتر جذابه. بذارید آقای چلنگی اینطور بگیم، من از تقسیم بندی آقای دکتر طهماسبی استفاده کنم که میگه قبایل سیاسی ایران، به حال لغت قبیله هم لغت شاید بیراهی نیست، 4 قبیله اصلی ما در سیاست ایران داریم: سلطنتی ها، اسلامی ها، چپ ها یعنی مارکسیست ها که حالا خب تغییر شکل دادن، و ملی ها. به نظر من البته میشه به این تقسیم بندی احزاب گروه های سیاسی اقلیت های نژادی و قومیمون رو هم اضافه بکنیم که شاید در مرز چپ ها و ملی ها هم میشه قرار داشتن. انقلاب اسلامی در مقطعی که انقلابیگری فکر حاکم یک ملت شد، مقبول و آرمان و ایدئال یک ملت بود، خلاصش این بود که 3 قبیله با هم متحد شدن، چپ ها و ملی ها و مسلمون ها، علیه یکی سلطنتی ها رو زدن بیرون کردن، قلع و قمع کردن، کشتن. ولی از فردایی که نشستند سر قدرت، این اژدهای قدرت در واقع که به سادگی در تاریخ بشر چیزی شاید شیرین‌تر از این نبوده، مادر فرزند رو کشته، فرزند پدر رو کور کرده سر قدرت، باعث شد که خب به طور طبیعی این گروه‌ها به جان هم دیگه افتادن. از همون فردای پیروزی انقلاب اسلامی، چون تئوری دموکراسی نبود، راه حل اختلاف سلیقه ها، اختلاف عقیده ها، اختلاف منافع قدرتی و ثروتی راهکاری نداشت که دموکراتیک مثل کشورهای دموکراتیک حل بشه. میزان نهایی، داور نهایی هم رأی مردم و صندوق رأی باشه. چون این چیزی نبود، چاره ای نبود جز این که بیفتن به جون همدیگه و همدیگر رو حذف بکنن. و چون تئوری حاکم هم انقلابیگری بود که خشونت رو تقدیس میکرد، کار به خشونت و کشتار رسید. مسلمون ها از بقیه احتمالاً هم زورشون بیشتر بود، هم تئوریشون خشونت ورزتر بود، می توانستند به راحتی خشونت ورزی بکنند. این شد که به روایتی 12,000 نفر، به روایتی تا 20,000 نفر در درگیری های بعد از انقلاب پیروز شدن. انقلاب اسلامی با 600-700 کشته به پیروزی رسید، ولی در تثبیت جمهوری اسلامی 2-3 سال اول به روایتی، حالا من عدد دقیق ندارم، ولی عددی بین 12,000 تا
20,000 نفر کشته شدن، قلع و غم شدن، چپ به دست اسلامی ها ریشه‌کن شد، قلع و غم شد، میلیون سرکوب شدن، از ایران رفتن بیرون، عده‌شون خونه نشین شدن، زندانی شدن، کشته شدن. و اما ماجرا به اینجا ختم نشد، یعنی خود اسلامی ها هم، اسلامگراها هم در درون خودشون چون باز راه حل دموکراتیک نداشتند، چاره جز حذف نداشتند. آقای خمینی به نظر من نمیدانست، یا بهتره بگیم نمیفهمید، که چرا همین آدمای خودش که تا دیروز با هم دیگه زندان بودن، آقای مهندس صحابی، آقای رفسنجانی با هم زندان بودن، یه موقعی شلاق می‌خوردن، اما چی شد که از فردای یهو افتادن به جون هم دیگه در شورای انقلاب و در هی هم همش ایشون میگه همه با هم، همه با هم. اما نمیدانست که ماجرا با نصیحت حل نمیشه، ماجرا با راهکارهایی که بشریت زحمت کشیده 300 سال 400 سال در عصر مدرن پیدا کرده، اون هم راهکارهای دموکراسی حل میشه. و اگر نه ماجرا به حذف میکشه 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 تا همین امروز. یعنی شما نگاه کنید الان بساطی که درست من نگاه میکنم مسیری داره طی میشه که برای آقای بنی صدر طی شد، برای بازرگان طی شد، برای هر کی که میخواسته حذف بشه، برای خاتمی طی شد. الان مدتی است که شب و روز یک عده دارن دائما از نماینده ولی فقیه در سپاه تا امام جمعه تا این من. تا اون آقای هاشمی رو معلومه دارن این چیزی که آقای نوریزاده میگن خوب علتشه من حمله میکنن آقای سازگاران. آقای بنی صدر رو میشد گفتش که علتش اقتصادی نبود، سیاسی بود. و همینطور الان چی؟ الان مخالفت مثلا با روحانی یا روحانی با اون یکی، این گروه با اون گروه، این اقتصادیست یا نه مثلا اون زمان بنی صدر جنبه نه سیاسی نه حتما ده. الان گفت مبارک خوشگل بود، آبلم دره بود. یعنی دعوای سر قدرت خودش به تنهایی کافی بود که جنایت بشه، خونریزی بشه و حذف بکنن همدیگره. الان متاسفانه برعکس اون دهه اول انقلاب که خب حالا دهه‌ای بود که همه ساده زیستی و پاکی و نمیدونم جنگ و فضایی نبود که کسی بره دزدی بکنه، شاید چند تا دوز پیدا میشد. ولی اما الان صحبت میلیاردها میلیارد دلار هم به میان آمده و همشون الحمدلله این حضرات جناحای قدرت در ایران یاد گرفتن که برای تثبیت همون قدرتشون هم ناچارن ثروت پیدا بکنن و ماجرا دعواهای ثروتی هم بهش اضافه شده. من یک جمله‌رم خاطره آقای منتظری رو چون شخصا شنیدم نقل بکنم. ایشون تهران آورده بودن، از اون خاطرات طولانی نه خیر یه جمله منتظری روحانیت گفت راجب من رفته بودم عیادتش با چند نفر دیگه بیمارستان خاتم الانبیا صحبت میکردیم. ایشون گفت به نظر من در این انقلاب اسلامی همه امتحان پس دادن، ما روحانی ها هم امتحان پس دادیم و از همه رفوزه تر شدیم. و به نظر من روحانیت شیعه بعد از ماجرای انقلاب اسلامی قطعا دستخوش تغییرات بنیادی خواهد شد. آقای نوریزاده ببینید اشاره کردیم به جنرال‌های روس و این حرفی که زده شده اون آقای زاکانی راجع به آقای خامنه‌ای که از 10 تا جنرال روس هم بیشتر میده. هم آقای منتظری در خاطراتش یه چیزی رو اشاره اتفاق میکنه که جنگ رو آقای هاشمی رفسنجانی به طور تلفنی داره. بله وقتی که جنگ رو ایشون به طور تلفنی داره کنه لابد ایشون هم به اندازه 10 جنرال روس میدونه. و میدونیم که آخر جنگ یکی از سه موضوعی که آقای سازگار اشاره کرد در زمان خمینی اتفاق افتاد، آقای رضایی آمد و مسئولیت شکست رو یا هر شکست در اونجا پذیرفت. همین آقای رضایی بعدا متخصص اقتصاد شد، محسن رضایی، یعنی نظامیگری به عنوان تئوریسین اقتصاد. و امروز روز ایشون مدعی از این مشکلات اقتصادی که سفره مردم گریبان گیرش هست، یعنی درگیرش هست، ناشی از زمان رضا شاه است، یعنی سیاست های رضا شاه است.
بس من همینه، یعنی وضعیت اقتصادی الان ایران این 20 و چند ساله 25 ساله آقای خامنه ای رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چند روز اولا آقای شالنگی، بنده هیچ اعتقادی ندارم که آقای رضایی چون نظامی بوده نمیتونه اقتصاددان بشه، رفته درس خونده، دکترا گرفته. من هم چی چیزی نگفتم. نه دارم خودم از شما نگفتی، دارم میگم آقای رضایی میتونه اقتصاددان بشه، رفته درس خونده، کتاب نوشته، در مبارزات انتخاباتیش هم تنها نامزدی بود که برنامه اقتصادی داشت. اما اونجایی که دیگه راجب گذشته اقتصاد ما صحبت میکنه و راجب مرزهای اقتصاد، خود ایشون در اظهارات و در نوشته‌هاش مسئولیت این اوضاع نابسامان رو به گردن دولت‌های بعد از انقلاب انداخته، خودش اومده تئوری آورده شرد. حالا چرا دوباره رضا شاه زنی در ایران باب شده؟ حالا من نگاه میکنم، اتفاقا چند روز قبل یک کسی برای من توی سایت فرستاده بود، میگویند رضا شاه دیکتاتور بود، در دوران او دانشگاه درست شد، روزنامه مدرن، رادیو، تلویزیون، رادیو، حالا تلویزیون که بعدن بود، رادیو درست شد، زنان آزاد شدن، دونه دونه صفاتی که به رضا شاه گفتن نوشته بود و جواب داده بود در داخل ایران. منظورم اینه حالا رضا شاه زدن چون میبینن روز به روز محبوبیت این مرد بزرگ بیشتر میشه، دارن این حرفا رو میزنن. اما بذارید من باز برگردم به همون اصل و پایه که کج نهاده شد. آقای خمینی هیچی از اقتصاد نمیدونست، هیچ چیز. و متاسفانه زمانی هم که آدمهایی بودن کارشناس اقتصادی، آدمهایی بودن که این بلد بودن، خود آقای بنی‌صدر در زمینه مسائل اقتصادی حالا یه تئوری اقتصاد توحیدی داشت، درست یا غلط به هر حال یه تئوری داشت. آقای خمینی به هیچ کس اجازه نداد که بیاد این تئوری‌ها رو پیاده کنه. یعنی نظام به اصطلاح چی میگن، همین سهم امام و نظام اقتصادی تو اتاقای حوزه اومد در سطح مملکت پیاده شد. ضرری که اینها به ایران زدن اصلا ابعادش نمیتونه آدم تصور کنه. من یه موردی رو براتون بگم، آقای چالنگی، دکتر فرابخش داشت ارزیابی میکرد، میگفت ما در سال از سال 42 تا سال 56 رشد ما گاه دو رقمی بوده و هیچ وقت رشد ما از 8-9% نیامده پایین. 35 سال بعد از انقلاب ما باید منها باشیم، ماینس باشه رشدمون، منها 1%. شما فکر کنید چه بلایی اینا سر مملکت آوردن. 800 میلیارد دلار پول نفت در زمان احمدی نژاد به چه پروژه هایی رفت و چه کارهایی انجام شد؟ باز به اقرار خودشون، به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، یک دونه از پروژه های زمان احمدی نژاد به ثمر نشسته. شما همین پارس جنوبی رو که سپاه اومد 4 مرحله‌ش رو گرفت دستش، امروز ببینید به چه روزی افتاده که حالا دوباره رفتن التماس افتن به چینیا که بیان فایننس بکنن دوباره این پروژه رو، حالا پارس شمالی رو هم راه بندازن. منظورم اینه تمام کارا نیمه کاره، هر قدمی که در جای برداشتن به خاطر چندگانگی قدرت و وجود مافیای فاسد سپاه متاسفانه به جای نرسیده. آدمایی هم که حسن نیت داشتن عملا جلوشون، اتفاقا من چند روز پیش حرفای آقای نوبخت رو اشتباهاً آقای نوبخت رو گفتم نهاوندیان تو برنامه‌م، حرفای آقای نوبخت داد میزد، این آقای نوبخت آدم تحصیل کرده، آدم هوشمندی، حرفایی که زدم ایداد بیداد، بعد از یک سال آقای نوبخت هم شد مثل این بقیه آخوندا که بله اگه تحریم ها بیشتر بشه، نفت ما هم دوچار تحریم بشه، ما برنامه داریم، ما اصلا پا در نمیاریم. یعنی به جای اینکه اینا واقعیت رو به مردم بگن، با این شعارهای عبدوخیاری و با این حرفایی که میزنن خودشون رو فکر میکنن بله مردم هم چشاشون رو بستن باور کردن، در حالی که اگر این جامعه، متاسفانه آقای چالنگی این بسیار منو نگران میکنه، قبلا با شما و آقای دکتر سازگارم صحبت کردیم، اگر ما به یک انفجار برسیم صدها برابر بدتر از سوریه و جاهای دیگه خواهد بود، برای اینکه جامعه ما جامعه است انباشته از
درد و عقده و کین، این تفاوت‌های طبقاتی. دیروز قیمت ماشین رو داشتم میخوندم، آقا شما فکر کنید ماشین در ایران 1,300,000,000 تومان، ماشین عادی 500,000,000، 600,000,000، 600,000,000 تومان. ما الان حساب میکنیم آقای چالنگی، یادت هست که ما داریم ما با چه رقمای زندگی میکردیم، خوبم زندگی میکردیم، و الان میگه 600 میلیون میگرفتیم 15,000. بله الان میگه 600 میلیون تومان شما بدی یه ماشین بخر فقط. و میگم متاسفانه این کشور با این شرایطی که داریم میبینیم مگه واقعا یه معجزه ای بشه؟ در راهی پیدا خواهد شد برای آب و آبادانی، رونق سفره مردم ایران، و حتما چنین خواهد شد. بر آقای نوری‌زاده، یادتون هست آقای جمشید پورکریمی جلو دانشگاه تهران در دهه 40 همیشه یه سامسونای تازه اومده بود، یه کتابشو در میورد، بسیار آدم محترم و شیکی هم بود، کتابشو در میورد میداد به دانشجوها که این سهم شما از دانش من. بله همچین تواضعی مجله ترقی مرحوم شفیانی، منوچهر شفیانی اون موقع اونجا بود داشت مصاحبه کرد، این کتابی نوشت پرتو دانش در عصر فضا. بله چون صحبت آقای رضایی آقای بنی صدر کردیم من یاد این کتاب افتادم. طرحهای اقتصادی عجیب غریبی داشت، چگونه کویر را آباد کنیم، کانالی بین خزر و از خلیج فارس، خلیج فارس، و خب شوخی بود خیلی این طرح، خیلی خیلی شوخی بود. نکن آقای رفسنجانی هم از ایشون این طرح گرفت. تمام بعدها ما دیدیم در دولت آقای رفسنجانی اینو به تو حرفای آقای پورکریمی که ما خب یه مقدار شوخی تلقی میکنیم به عنوان برنامه دولت برای سازندگی عرضه شد. آقای سازگارا صحبت نفت شد، صحبت مسائل اقتصادی شد، صحبت همه اینها شد. الان ایران ظاهرا در حوزه نفتی، من یه گزارش خوندم که در رده‌بندی های اوپک باز ایران به رده پایین اومد، یعنی زمانی سلطان اوپک بود ایران، چه از نظر سیاسی و تولید کننده دومین بود، و اوپک هم قدرت بسیار بزرگی داشت. برای بینندگان میگه من الان اوپک خب هیچ قدرتی نداره هیچ. ایران از نظر نفتی، واقعا نفتی ایران دیگه الان در بازار جهانی چه ارزشی داره؟ اتفاقا همین پری روز آقای اوباما امضا کرد 6 ماه دیگه وضعیت فعلی رو تمدید کرد ایشون، به این معنی که نه تحریم ایران بیشتر بشه نه کمتر بشه. البته این کاملا نشون میده که مذاکرات در 20 جولای دورنماش این است که ددلاینش هستش، مورد زمان انقضاش هست، به نتیجه نخواهد رسید و مقدمه است برای تمدید مذاکرات 6 ماه دیگه که در موافقتنامه ژنو پیش بینی شده. بنابراین صادرات نفت ایران دوره بر همون 1,000,000 بشکه نفت در روز با فشار تحریمی باقی خواهد موند. آقای جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم عنوان کرد که نفت در بازار به قدر کافی هست و بهتر خریدارا، درسته تا سقف 1,000,000 بشکه تحریم نیست، ولی برن از منابع دیگه بخرن که در واقع خیالشون هم راحت باشه. به این ترتیب درآمد نفتی ایران در سال 2014 هم میمونه دورور همون حدود، مثلا با میانات گازی و اینها، دورور 40 میلیارد 42 میلیارد دلار که بسیار بسیار ناکافی است. ولی ببینید آقای چالنگی، من اتفاقا حالا که ذکر نفت رو کردید عرض بکنم، این آقای رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هشداری داده بود که حوزه مشترک میدان نفتی آذر، یکی از 7 میدان مشترک بین ایران و عراق، عراقی ها دارن به بهره برداری میرسونن، و جالبه با یک کنسرسیومی از چند شرکت، یکیش هم گازپروم روسی است که قبلا تو همین میدون در ایران کار میکرد و اطلاعات ایران هم برده سمت عراق، و عراق به زودی تا سال 2017 میرسه به
130,000 بشکه نفت از همین یک میدان بر می داره و به گفته آقای زنگنه وزیر نفت در این 7 میدان مشترک بین ایران و عراق، عراق 200 دکل حفاری داره و ایران 20 دکل حفاری داره، یعنی 1/10. همین الان برداشت عراق از این 7 میدان بیش از 300,000 بشکه نفت در روز، در حالی که ایران به سختی 120,000 بشکه بر می داره و به سرعت عراق داره بالا میره، به خصوص از بزرگترین میدان مشترک میدان آزادگان عراق میره که به حتی 1.2، 1.3 میلیون بشکه نفت از همین یه دونه میدان برداشت بکنه، در حالی که ایران حتی پیمانکاری نداره که کار بکنه. یعنی چینی ها هم که 5 سال وقت تلف کردن هیچ کاری نکردن، آخرش رفتن، در حالی که در سمت عراق تو همین میدان رویال داچل داره کار میکنه و به سرعت جلو میبره. ببینید، من آقای نوریزاده پارس جنوبی رم که مطرح کردن فاجعه است که واقعا ثروت ملی ما قطری ها با ما مشترکن تو این میدان و دارن برداشت میکنن و چندین برابر ما دارن برداشت میکنن و میبرن. ببینید، من اگر واقعا بخوام یک قضاوت بکنم، اگر هیچ چیز دیگه‌ای در این کشور نبود، همین یک موضوع بود، همین یک موضوع که در میدان‌های مشترک نفت و گاز همسایگان ما میلیاردها میلیارد دلار ثروت رو دارن برداشت می‌کنن و ما عقب هستیم، اگر همین یک موضوع بود، رهبر یک مملکت ذره عرق ملی داشت، عرق منافع ملی داشت، عرق رسیدن به این مردم رو داشت، باید هر اختلافی با هر جای دنیا بر سر هر چیزی داشت کنار میذاشت، خودش شده استعفا بده میذاشت میرفت و با تمام قوا کشور رو تجهیز میکرد برای اینکه دنیا رو بیارن با حد اکثر سرعت ما بتونیم برداشت کنیم، برای اینکه یه چیزیست که دو شریک داری و داره بر میداره و وقتی سطح نفت و گاز از حدی پایین تر بره، صرفه اقتصادیش هم برای استخراج کم میشه و گاهی اصلا غیر اقتصادی میشه و میلیارد ها میلیارد دلار ثروتی که باید استخراج بشه بیاد صرف عمران و آبادی و ساختن زیرساختای کشور و توسعه مملکت ما بشه، با همین شعارهای صد من یک غاز، با همین حرفهایی که وقت یک ملت رو داره تلف میکنه داره به باد میره و حاصلش هم این که ما در اوپک به قول شما از دومین تولید کننده نفت اوپک بعد از عربستان به پله 4 و 5 سقوط کردیم و این 1 میلیون بشکر هم اگر توصیه آقای جی کارنی رو گوش کنن و حذف بکنن، اصلا از ایران هیچی خرید نکنه، خم به ابروی بازار نفت دنیا هم نمیاد. و جالبه این عراقی که این هم هم پول میده ایران، این هم هم کار میکنه، این هم هم دخالت و جنایت اونجا میکنه، اما پای اقتصادی که میاد وسط به سلامتی به سرعت داره در واقع نه برادری سرش میشه نه همسایگی، همین داستان با روسیه است در دریای خزر در خلیج فارس. آقای سازگاران، البته نمیدونم چه انتظار بر چه مبنایی هست، تازه که رهبر جمهوری اسلامی بیاد و کنارگیری کنه یا مثلا هر کاری بکنه، تازه ایشون به تازگی وعده داده، قول داده که وظیفه‌ش مردم رو به بهشت برسونه. یعنی نشونه های این بهشت اینه که گالوب در گزارش منتشر کرده که ایرانی ها دومین ناشادترین مردم جهان هستن، که اولی هاش اتفاقا مردمان عراق هستن و بعدش ایرانی ها خوشحال نیستن، غمگینه. و در همون عراق، آقای نوریزاده عزیز، عراق، مصر و سوریه 3 انتخابات شد. مصری ها خوشحال هستن برای اینکه برای اکثریت مصری ها خوب، برای بینندگان من میگم آقای عبدالفتاح السیسی یک قهرمان ملی تلقی میشه و به اینطور نگاه میکنن اکثریت مردم مصر. اما در سوریه انتخابات، چرا انتخابات اساسا؟ از شما میپرسیم آقای. ببینید، آنچه در مصر رخ داد
تجلی اراده اکثریت مردم بود، نمیگم همه مردم، اخوان مسلمین پایگاه دارن، طرفدار دارن و خود رو بر حق میدونن، ولی به هر حال 30 میلیون مصری آمدن تو خیابان در جوان گذشته، امضا کردن و خواستار برکناری مرسی شدن. ارتش به خواست مردم پاسخ داد، ولی جامعه میدونیم به چه روزی میافتاد. بعد جالب اینه، این شخصیت آقای عدلی منصور به عنوان رئیس جمهوری موقت، واقعا من حسرت میخوردم چرا ما در ایران امروز یک قاضی در حد این شخصیت نداریم. این آدم اومد یک سال مصر رو اداره کرد، احترام گذاشت به قوانین، چقدر آدم درستی بود، موفق شد با اون درایت و حکمتش پشت پرده اختلافات سیاسی رو حل کنه، گروه ها و احزاب سکولار و گروه مذهبی سلفی ها رو به یه آشتی دعوت بکنه. به هر حال نقش اساسی داشت. حالا او میره و آقای مرسی با آقای سیسی با آرایی که یک برابر و نیم آرایی است که آقای مرسی به دست آورد به ریاست جمهوری رسیده و غربم که براش خود ادا و اطفار در میمد، حالا نه تنها به رسمیت شناختتش، بلکه آقای اوباما آرزو میکنه که همکاریاشون روز به روز گسترده تر بشه. اینو شما نمیتونید با انتخابات سوریه مقایسه کنید. در سوریه از زمان حافظ اسد رسم بود، هر 7 سال یه بار یه رای گیری میکردن، رئیس جمهوری با 99.9% انتخاب میشد. حالا گفتن خب چون تنوع باید داشته باشه، دو تا از نوکرای بشار رو، 3 تا بودن، یکشون رو اپوزیسیون گرفت که اومد اعتراف کرد گفت آره یه روز تو مجلس بودم، به من گفتن تو نامزدی. دو تای دیگرشون، یکیشون که آقای شهاده که اصلا بلبل رژیم میاد توی مصاحبه با ما جنگ میکنه، اینا آقای بشار این دفعه با 88.8% انتخاب شدن. بدیهی بود حاکمیتی که در فقط 40% کشور حضور داره، اونم حضور کمرنگ در خیلی جاها، حاکمیتی که در زادگاه خودش در همین انتخابات قلابی کمترین رأی رو میاره و مردمی که بدبختا با ترس، حتی گزارشی که بعضی از ناظران دادن که مردم رو با کتک و زور میبردن که رأی بدن، هیئت نظارت هم که قربونش برم متشکل از کشورهای دموکرات جهان بود، یعنی فکر کنید رژیم مگابه، رژیم جمهوری اسلامی، اینا در واقع نماینده داشتن. حجوز انتخابات تو این شهر بله بله عرض کردم 60% اون وقت 8 میلیون سوری آواره، 160,000 تا کشته، 200,000 نفر مفقود، 200,000 نفر در زندان. خب این انتخابات مسخره. در عراق البته انتخاباتی انجام میگه، متا عراق مشکلی که داره اینه آقای مالکی که سوار قدرته پول و امکاناتی رو در اختیار داره که بقیه نداره و اومد وسط و از این پول و امکانات استفاده کرد. تهدیدهای قاسم سلیمانی بود، پولی که کنسولگری ایران در بصره خرج کرد یا در بغداد، صندوقا رو می‌خریدن، پر می‌کردن، می‌دادن. به هر روی آقای مالکی با تمام زور زدن‌هاش با متحدانش 100 تا کرسی داره، 165 تا می‌خواد و حکیم و صدرم حاضر نیستن برای بار سوم تاییدش کنن. البته ممکنه با فشار جمهوری اسلامی و ترسش قبول کنه. اما اینو من شنیدم که آقای علی موسوی مشاور مالکی که به ایران رفته بود، حداقل اینو شنیدم که آقای روحانی گفته بود ما اصراری بر آقای مالکی نداریم، ما فردی رو میخوایم که با ما دوست باشه. خب افرادی هم برای نوکری در اونجا زیاد هستن که جای آقای مالکی رو بگیرن. با سپاس آقای دکتر نوری‌زاده عزیز در لندن، آقای سازگارای عزیز در واشنگتن، با سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. گفتنی ها بسیار، موضوعات بسیار، وقت ما کم، امیدواریم در برنامه های آینده با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سندو سبلان آسماری کوساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.